انشالله حال خوشتان اتفاق تکراری هر روزتان باشه. با شما خوبان هستیم در بخش اخیر برنامه و قلبا تشکری میکنم از همکاران خیلی خوبم، آقای اخلاقی و همچنان آقای جویای گرامی که بخشای قبلی برنامه را با صحبتهای مفیدی که مهمانان عزیز ما داشتن تقدیم نگاه های شما خوبان کرد و امیدوار هستم برای همه شما خوبان هم مفید واقع شده باشه و استفاده کرده باشه. در این بخش برنامه قرار هست روی یکی از موضوعات مهم صحبت بکنیم، اینکه قساوت قلب یا هم همون سنگدلی یکی از صفتهای ناپسندیده‌ای هست که مطمئناً هیچ کدام ما دوست نداریم که او در وجود ما باشه، اما گاهی اوقات دیگه متاسفانه به این دوچار میشیم و از همه مهمتر اینکه اگر این قساوت قلب برای کسی ملکه شوه، این حالت منشأ بسیاری از گناهان هم خواهد بود. امروز خواستم بیشتر روی این موضوع بحث داشته باشیم، صحبت بکنیم که دقیقاً این قساوت قلب از کجا با وجود می آید، علت و عوامل در چی هست که حالا یک فرد دچار این قساوت قلب یا هم سنگدلی میشه. حضور سبز خانم زحل روشنگر را با خود ما داریم، آموزگار هستن و پیرامون این موضوع صحبت‌های بیشتر را با خودشان خواهیم داشت. صحبتان بخیر، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کن کنم باز. عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم خدمت شما خانم مصباح عزیز و تمام بینندگان عزیز ما که همین اکنون بیننده برنامه زیبای شما هستن و همچنان صبح بخیر پر انرژی تقدیم تمام بینندگان عزیز ما میکنم. ان شاء الله که صبح خوب و خوش و عالی آغاز کرده باشن. موضوع امروز ما همچنان که شما فرمودین در رابطه با قساوت قلب یا در فارسی سنگدلی هست. این که از کجا شروع میشه و چه عواملی باعث میشه، چه آثار زیانباری داره و راهکارهایی که برای درمانش ارائه شده در آیات و روایات چی ها هست، درباره اینا صحبت مختصری میداشته باشیم. بله، حتی خانم روشنگر عزیز میخوایم این نکته رو هم اشاره کنیم که حتی همین واژه که در ذهن هر کدام ما میاد یک حس بدی بر ما دست میده، میخوایم بیشتر از شما بشنیم. دقیقاً بله. خب اما رقمی که میدانیم اول باید در لغت اصطلاح بدانیم که قساوت و سنگدلی به چه معناست و چه مفهومی میتونه داشته باشه. خود کلمه قساوت که در قرآن کریم 7 بار در کنار کلمه قلب به کار رفته به معنای خشونت و نفوذناپذیری است و در اصطلاح به قلب‌های گفته میشه که این قلب‌ها از پذیرش حق، از تواضع، خشوع، هدایت و انوار الهی کاملا بی‌نفوذ هستند، یعنی هیچ راهی برای نفوذ تمامی احساس و عواطف انسانی درون او قلب‌ها نداره و کاملا راه درون قلب‌ها بسته شده. اما رقمی که می‌دانیم قلب یک نقطه حساس و بسیار ظریف و بسیار مهم عضو بدن هسته و تمام عواطف و تمام او صفات‌های رذیله و تمام صفات‌های فضایل همه از قلب سرچشمه میگیره و همیشه باید ما متوجه این قلب ما باشیم تا اینکه دچار سنگدلی نشه و قلبی که از تک گوشتی ساخته شده نباید بگذاریم که تبدیل به سنگ شوه که این در او عواطف، تمام صفتها و تمام رذایل اخلاقی در او جا بگیره. خب قساوت یا خود سنگدلی که در فارسی ما درباره از او معلومات اندکی داریم، میدانیم که از دو جهت است. یا این قساوت سنگدلی میان انسان و خدای خودش هست یا میان انسان و هم نوع خودش است. در این رابطه انسان و خدای خودش چگونه قساوت به وجود میاد؟ زمانی که شخص از پذیرش حق، از پذیرش توحید، از پذیرش هدایت‌های الهی و تمام انبیا و اوصیای الهی سر باز بزنه و هیچ کدامش قبول نمیکنه و هیچ راهی هم نمیگذاره تا اینکه تمام فرستاده‌های خداوند از خود جزم میکنن تا شخص هدایت بکنن. ولی خود خداوند در کتاب مقدس خیش فرموده که ای پیامبر بزرگوار، تو هر کاری بکنی صدایت را به گوش کسایی که دلشان را قفل زدن یا سنگ گذاشتن برای دلهایشان و کسانی که خود را به حالت کر بودن انداختن نمیتونه برسانی صدایت را. یعنی پیامبر هم نمیتونه و کسایی که دلشان دچار قسیر قلب شده یا سنگدلی شده صدای خود را برسانه. و در میان انسان و هم نوع خودش در این هست که انسان قسیر قلب هیچ وقت از شادی اطرافیان خود شاد نمیشه و از ناراحتیشان ناراحت نمیشه. و یک عنوان دیگه هم برای کسایی که سندل هستن دادن این که اونها دلهایشان کاملا مرده و کسی که دلش بمیره فقط زنده متحرک هست. این آثار زیانبار داره. مثلا وقتی اطرافیانش دچار غمگینی، ناراحتی، مشکلات
مصیبت ها میشه، این شخص به خاطر اونا هیچ ناراحتی نداره و کاملا بیخیال است. یکی از آثار سوءی است که در جامعه اگر افرادش قصیر القلب باشند و سنگدل باشند، او جامعه به دنبال خود فساد، تباهی، قتل، نسل کشی را حتما به دنبال خواهد داشت. بله دقیقا، بیانات بسیار زیبا و در کل استفاده کردیم خانم روشنگر عزیز. به گفته عامیانه خود ما همون که رواج هم پیدا کرده در جامعه ما، میگه که قلبش سیاه شده دیگه، همون گپ هست. خانم روشنگر، حالا روی عوامل ایجاد این قساوت قلب اگر بخوایم از شما بشنویم که دقیقا چه چیزهایی باعث میشه حالا یک فرد دچار قساوت قلب یا هم همون سنگدلی میشه؟ خب عوامل زیادی است که به مرور زمان یک شخص را به سنگدلی دچار میکنه. خب قطعا وقتی شخص تازه به دنیا میاد یا در امو اوایل یا در طفولیت از این رذیل اخلاقی به دور است و این شرایط چاردوبه و محیطش است یا چیز شرایطی که درون خودش ایجاد میشه باعث میشه شخص دچار سنگدلی شود. یکی از چیزهایی که در آیات و روایات حالا بررسی بکنیم از لحاظ بهتر هست، گناه زیاد است. خداوند متعال میفرماید و در احادیث هم آمده که امام علی علیه السلام میفرماید کسی که گناه های زیادی را انجام بده، این گناه ها باعث میشه روی قلب شخص یک زنگار بگیره، یک زنگ بگیره، یک لایه، یک پوشش بگیره و اونمو لایه و پوشش باعث میشه که تمام عواطف، تمام راه هایی که به خاطر نفوذ باز بود تمام اونها بسته شود. گناه زیاد باعث این کار میشه. وقتی گناه زیاد شد انسان از یاد خداوند غافل میشه. غافل بودن از یاد خداوند هم یکی از چیزهاییست که باعث سنگدلی و قساوت قلب میشه و بر روی قلبهایشان یک قفل و یک مهر زده میشه که هیچ وقت هیچ چیزی در او نفوذ پیدا نمیکنه، چه از طرف هم نوعش باشه چه از طرف خداوند باشه. همچنان از چیزهایی که از محیط اثر میگیره این است که امام صادق علیه السلام میفرمایند کسی که پر حرفی کنه، یعنی خیلی حرف بزنه، حرفی که غیر از یاد خداوند باشه، حرفهای بیجا و بیهوده، اگر شخص پر حرفی و حرافی بکنه بدون از اینکه خودش متوجه شود، این نکتهش است، بدون از اینکه خودش متوجه شود دچار قساوت قلب میشه، یعنی قلبش تبدیل به یک سنگ میشه. که البته باز این قساوت قلب هم چهار مرحله داره، یعنی اینطوری نیست که هر کسی به قساوت قلب دچار شد حتما دیگه هیچ راه نفوذی در اون نیست، بلکه خداوند متعال در آیات مختلف قرآن کریم مراحل قساوت قلب بیان میکنه که چهار مرحله است. قلب هایی که یک روزنه بسیار کوچکی برای نفوذ پذیری داره، قلب هایی که مثل سنگ هستن ولی از بینشون نهرها جاری میشه، یعنی بعدن میتونه که انوار الهی داخل او قلب ها شه و قلب ها از او حالت سیاه بودن به قول شما بیرون بیه، و قلب هایی هستن که اصلا راهی برای نفوذ آنها پیدا نمیشه، یعنی هر کاری پیغمبران الهی یا فرستاده های خداوند یا تمام نشانه های و آیات خداوند هر کاری بکنن نمیتونه او قلب را به طرف خداوند و به طرف هدایت سوق بده و او شخص دیگه هیچ وقت نمیتونه از او حالت بیرون شوه اگر در مرحله چهارم برسه. ولی در سه مرحله اول شخص میتونه خود را از این رذیلی اخلاقی دور بسازه. بله دقیقا، بسیار عالی، خیلی تشکر خانم روشنگر عزیز. گرچه صحبت‌های ما مانده، مطمئن هستم که در رابطه به درمانش و این که حالا یک فرد چه کار را انجام بده که اصلا به این قساوت قلب و هم سنگدلی مبتلا نشه و اصلا دچار نشه، انشالله این بحث را با شما ادامه خواهیم داد. خانم روشنگر، استفاده کردیم از بیانات شما. خیلی کوتاه دوست دارم که امروز پیام و گفتنی شما را در این رابطه هم بشنیم. پیام به تمام هموطنان عزیز ما این هست که همواره به یاد خدا بودن و غافل نشدن از یاد خداوند باعث میشه تمام رذیله های اخلاقی دور شد و فضایل اخلاقی به ما نزدیک شد. بله خیلی تشکر از حضورتان، ممنون شدم.